أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسکه تو بعضی یا خود عروه یا تعلیقات عروه یعنی شروح عروه داره این مسئله، و همینطور اگر وضوش باطل شد در اثناء تشهد آخر قبل از تموم شدن نماز، بعضی گفتن میگیره لا تعال. منم از نظر علمی نه فتوا، چه گیری داره؟ اینم مصداقه. اما مسکه خیلی ها، یعنی اونایی که متعرضن، اشکال کردن. وجه اشکال انصراف لا تعال از اینجور فرق، اگر نه وجه دیگه ای نداره. نه انصراف یعنی اطلاق به ذهن نمیاد که این از مصادیقه. یعنی ببینید ما یه اراده استعمالیه داریم که ظهوره و اطلاقه، وقت این کاشفه از اراده جدیه است، وقت این کاشفیت داره، این باید ظهور باشه، و اگه شک در ظهور شد از عدم میشه، نه از باب انصراف احراز میخواد. اگه مرجع به انصراف به شک در ظهور شد از عدم ظهوره. اما از نظر علمی چه گیری داره؟ بگیم لا تعاد الصلاه، این اگر وقتی حدث صادر میشد که یک رکن از بین رفته بود، در مستثنا وارد میشه، اما این در مستثنا نمیشه. همین مگه منافات نه؟ درسته، چون مرکب ارتباطیه فساد جزء. اما خب لا تعاد ناظره، وقتی که ناظر شد، بله عرض کردم من تو ذهنم هست، دیدم یا خود عروه یا بعضی شروح عروه که نه فقط بعد سجده قبل تشهد، حتی در اثناء تشهد، حتی بعد تمام تشهد قبل از سلام واجب، فکر میکنم عروه داشته باشه. نه انصراف، هل انصراف یعنی شک در ظهور؟ اگر انصراف از عدمشه، اگه ظهور بود مطلق ظهور در اطلاق داشت، انصراف دلیل میخواد. همین برگشت انصراف اگر به شک در ظهور شد، شک در ظهور از عدم ظهوره، به نتیجه وجدانیه، مسئله وجدانیه. اما اگر انصراف
شک که در ظهور نبود انصراف از عدمشه، چون لفظ که مطلق ظهور در اطلاق داره. علمیاً گیری نداره، اما در مقام فتوا خود مشکله. بله عروه داره این را. نه نه، اصلا خود دلیلی که میگه اگه عصیر عربی غلا، اون دلیل تشکیک شده در این که این فقط حرمت میگه یا و نجاست. استظهاره مثل عرق جنوب از حرامه، که فقط صلات باطله یا نجس هم هست. نه نه، از باب استظهاره، از خود دلیله، که دلیل که میگه لا تشرب چون نجسه، یا نه فقط حرامه، تلازم نیست بین اینکه حرام باشه و نجس باشه. ها این از باب انصرافه. همین عیبی نداره، اما بحث سر اینه دلیلی که میگه حرامه یا میگه حرامه و نجسه، گفته عصیر عرب به دوتا ستایی که تو خوشهای حسرم غوره هست، اینو نمیگن عصیر عرب، یعنی منصرفه. عصیر دقی عقلیه، عصیر دقی عقلیه، مثل جای دیگه عرفن بشین نمیگن عصیر. بله بنابر نجاست. بله، اما چون نه چون متعارفه توی خوشه های غوره، یکی دوتا شیرین شده، پس منصرف ادله ازش. بله آره، حتی اگر نه چون متعارفه، پس نمیشه گفت که چون عوام التفات ندارن. اگر وقتی که متعارفه یعنی التفات دارن. دقت نمیکنن یعنی اعتنا نمیکنن، یعنی منصرف میدونن دلیل ازش. یعنی میگنش آب غوره، نمیگن آب غوره و آب انگور. یعنی اعتنا نمیکنن، نه اینکه نمیدونن، نه اینکه لا یعلمونه، نه میدونن. متعارف ده تا خوشه غوره که انداخته، دید چند تا دونه انگور توش هست، شیرین شده. غالبا اینجور وقت حمله بر فرد نادر باید بکنی. نه یعنی ببینید ده تا خوشه انگور رو بندازن بجوشونن آبشو بگیرن، متعارفه که توش یکی دو تا سه تا شیرین شده. اگر هیچ یک دونه شیرین هم توش نشده باشه، این غیر متعارفه.
این خلاف همین وقت باید حمله بر فرد نادر باید کرد. نه اگه غالبا یکی دو تا شیرین شده پس معلومه، حالا نمیدونه کدوم از این هاست. اگر علم تفصیلی هست که توش انگور هست، نه علم تفصیلی به این که یکی دوتاش انگور توش هست، اما کدوم از این هاست نمیدونه، فقط یقینا تو این دیگ هست. نه علم تفصیلی به وجود یکی دوتاش انگور، حالا کدومشه نمیدونه. آها از این جهت علم تفصیلی، علم اجمالی اینه که متباینه این باشه، این هم جزئشه ظاهرا. همین جو خود بر فرد نادر حملش بکنی، یعنی که تو خوشه انگور هیچ یک دونش هم شیرین نشده باشه، این نادره. نه وقتی که گفتن حسرم یعنی غوره، و این کم هست که توی خوشه غوره یه دونه شیرین نشده باشه، وقتی حمله بر فرد نادر میشه. یعنی اگه این، مگر اینکه بگید نه این کم نیست، یعنی کم نیست که غوره یه دونه هم توش شیرین نشده باشه، ظاهرا کمه. عادتا یکی دوتا توش شیرین شده، وقت به عرف چون گفته شده و عرف اعتنا نمی کنه، یعنی میگه این حسرمه، این غوره است. شلون؟ ای بله، هذا محل خلاف، محل خلاف في أن العصير العنبي، العنبي وكشمش، كشمش أيضا خلاف فيه. الكشمش لعل المشهور بين الفقهاء أنه مو حكم العنب إلا بالاستصحاب التعليقي، والاستصحاب التعليقي كل أقسامه مو معلوم في صحته. بل ای خود رسول الله الكل يقبلوه، ولذا ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها عادة لعله السبب أنه إذا يذكرون أمير المؤمنين قال كل ما يقبلوه، فذكروا فالشيء للكل يقبلوه، يعني ما يناقشون به. بله ال چی؟ 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 یعنی مضاف. بله این بعضی ها بله.
واقعش اشکال در شمول اطلاق به اینها فی محله ظاهره، چون ادله در مورد اناء و آنیه و ظرف و اینها اومده، وقت معلوم نیست مراد ازش مضاف باشه، حتی الف کر باشه، یعنی اصلا منصرف ازشه، انصراف عرفی داره. حرف بد نیست، یعنی اشکال فی محله. البته غالبا اشکال نکردن به حال، اما یه عده‌ای هم اشکال کردن علمیاً که مسلم اشکال. در مقام فتوا هم اگه شک در ظهور شد، یعنی به نظر این مطلق همون اراده استعمالی است، اینجور جاها ظهور دارن که مراد مضاف است، حتی ولو الف کر، شک در طریقیت اراده استعمالی به اراده جدی است در اینجور موالد. همش اسمش شک در ظهور از عدمش. مناقات در این حد، نه مطلق الملاقات ولو الف کر. آخه همین، یعنی اون وقتا نبوده الف کر یک جا مضاف الف کر نبوده، همین سبب میشه ما شک کنیم این اراده استعمالی کاشفیت از اراده جدیه ولو الف کر داره یا نه. میشه شک در ظهور، نه شک در مراد. کجا؟ اشکال نداره. همین این نادر بوده تو خود حجاز، تو عراق، در سال یکی دو تا همچی اتفاق بوده، یعنی چیز متعارف نبوده. حالها بله متعارف اینه. وقت شک در ظهور میشه، وقت شک در ظهور شد از عدم دیگه. اصالت الاطلاق در جایی است که محرز باشه ظهور شک در مراد بکنیم، اونجا جای اصالت الاطلاق. اگر نه، اگه ظهور محرز نبود، نه از عدمشه، چون ظهور که حجته. میدونم، اما کاشفیت داره در همچی جایی از اراده جدیه. اگه این کاشفیت یعنی ظهور، اگه شک در ظهور شد از عدمه. ببینید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، قد این حد، اونم نه برای تشفی چون ناراحت شده پدره، در این حد اشکال نداره. ولو بعد روایات تصریح روایات معتبر هم هست که سه تا نه بیشتر، مثل عمار اسحاق ابن عمار یا عمار کدومشون نمیدونم. بله، اون که هیچی، بله، شکی نیست، شکی نیست. متعارف دو تا سه تا زدن به اغما نمیرسونه. چی؟ تسبیب اگه باشه بله، اما وقتی که فاعل مختار واسطاش نه. همین. خب پس تسبیب نیست. کار بد کرده، نه اینکه حرامه. نه تسبیب، اگه تسبیب شد بله. تسبیب باید واسطه فاعل غیر مختار باشه. اگه اگه کسی
ها آخه واسطه دیگه نداره اون که میخوره. اون که میخوره نه نه یه چیز را یه چیز سم میده به زید، زید میده به یکی میخوره. قاتل زیده یا قاتل این که سم داده؟ اگر نمیدونه زید، آها قاتل اینه. یونسب الیه، مسئله نسبت عرفیه. هر فاعل مختاری و واسط و سبب همینجور دیگه. میگم اگه تیر هفت تیر به یک کسی داد، اون را به یک کسی رو کشت. میدونم وقت اونی که هفت تیر داده قاتله؟ پس چی؟ نه، چی به چه دلیل؟ کار بد کرده، اما قاتل. میدونم حالا در قتل شاید به خاطر شدتش بگیم گناهکاره، عیبی نداره. اما اینکه به پدره میگه، پدره بچهش رو کتک میزنه و کتکی میزنه که کار حرامه، یعنی بیش از نه، نه در قتل شاید نتونیم بگیم، چون من قتل نفسن و غیر نفس او فسادم پرد و کردم و قتل نفس خیلی تعظیمه، خیلی تشدیده و خودم جرأت نمیکنه بگه. نه تصویب سازو نمیکنه. نه قاتل نی، اما حرام کرده شاید حرام بگی بکرده. همون عرض میکنم، عرض میکنم در عین اینکه قاتل نیست اما بگیم حرامه، عیبی نداره. اما نه در هر حرامی، در قتل چون شدت داره. از عدمش دیگه وقتی تسبیب نی، واسط فعال مختاره نه. اعانت اسم آه قصد اگه باشه و از باب قصد تسبیبه، عیبی نداره. نه اما اگه قصد داشته که این اینو کتک حرام بزنه، آه او گیری نداره، این گیری نداره، اینو قبول داریم، شاید اجماع باشه اگه قصد، چون تسبیب نیست. شیخ هم میگه این اعانت نیست، اما در قتل بازم گناه نی؟ نمیدونم. تفتیر داد به زید مختار، گفت زید تو اونو بکش و اینم کشت، کار حرام نکرده؟ اما قصد نداره، اما میدونه میکشه. در خمر نه در قتل عرض کردم، حوضا نحن نبیات امرا نام من اصلا و خمرا. اما در قتل کسی میتونه اینو بگه که میدونه این هفته رو به زید که بده، زید میکشه آدم که مستحق قتل نی. در قتل چی؟ نه چرا؟ نه نه این خورما رو به این میفروشه به نیت اینکه این خمر کنه و این هم خمر کرد و خور. نه گمان نکنم احدی قائل باشه با. چی؟ نه تسبیب تو ادله نی، فقها گفتن اعانت در جاییست که صدق تسبیب بکنه. وقت تسبیب دو جاست، یا به قصد حرام باشه یا در جایی که عرفاً تسبیب باشه. در غسل و کفن و دفن
سر تنها داره، سینه تنها اگه باشه اون غسل و کفن و دفن داره، نمازم داره. اما اگر دست پاس ایناست، همین تو یک پارچه ببندن و دفن کنن فقط. نه دیگه نماز نداره. اون اگه یه چیزی دست تنهاست، پای تنهاست، نه غسل داره، نه حنوط داره، نه نماز داره، فقط دفن داره. توی پارچه میبند، میپیچن و دفن میکن. اونم همه تجهیز داره، غسل و کفن و تحنیط و نماز و دفن. سینه مسلمه، حالا سر الان یادم نیست درست، بل داره تو رساله ها هم هست. بعد چی؟ در فدیه؟ نه نه نه، اینها در چیز جایز؟ نه نه نه، به اینا نمیگه، اصلا طعام نمیگه. ففدیتون طعام و مسکین، یا گندم و جو باشه که بعضی ها تقیید کردن، بعضی هم که منم برداشتم همینه توسعه دادن به برنج و ماش و عدس و اینها، گرچه به اونا عرب طعام نمیگن، طعام یعنی گندم و جو. الانم تو عراق از عربای عراق بپرسید بیاع الطعام کیه، شما رو نمیبرن سر چلو کبابی، میبرن سر اونا که گندم و جو میفروشن. چیا؟ پول بده به شرطی که اون نون بخره باشه. برای فدیه هیچ وجهی نداره مگر اینکه فهم عدم خصوصیت از زکات فطره بکنه. اونم معلوم نی، روشن نی. نه، فدیه فرق میکنه. زکات فطره خود ادله گفته که قیمت بده، اشکال نداره. اونم خود زکات فطره چیزاش عامه، حتی مثل کشک و شیر و ایناست. اما در فدیه نص داره طعام و مسکین، طعام باید باشه. مشکله، مگر پولو بده توکیل کنه، لازم نیست کلمه وکالت هم بگه، بگه با این پول نونی که میخری به فقیر بده. نه مشکل چیه بچهش نمیدونم. چرا نه؟ چون فایده نداره. بله، مگر بگه مطلقا وکالت کافیه، که بعضی در باب طهارت و نجاست گفتن، اما معلوم نیست در باب طهارت و نجاست به خاطر تسهیل شرعی عیبی نداره. یعنی به یک کسی لباس رو میده میگه طاهرش کنین، بعد اون گفت من طاهرش کردم، اصلا نمیدونم مسئله بلده یا نه، یا مسئله میدونم بلد نی، اما احتمال میدم طهارت شرع حاصل شده باشه. در اونجا جماعتی گفتن تسالمم برش نیست، اما در جاهای دیگه نه، باید محرز باشه، تو محرز باشه که این نون میخره. اگه محرز نیست فایده نداره. چرا نه؟ چرا نه؟ چون گفتن طعام بدید. حالا که پول میده، بله حق داره پول بده، بگه خودت طعام بخر بخور. اما در جایی که میدونه این طعام نمیخره یا نمیدونه طعام میخره یا نه، طعام نداده. اینو جماعتی گفتن، حرف خوبی هم هست، گرچه خلافه. اونجا ما دلیل داریم در فقر، که ادعای فقر جماعتی گفتن حرف بدی هم نیست، مگر محرز باشه که ادعاش بی خوده. اگر بعضی از ادله استفاده شده در ادعای فقر،
اما این معنیش دیگه همه جا ادعا معتبره. و صلی الله علی محمد و آله. سيدي يا إمام، إن أصيب العدل بقلبه وبدا الجرح عميقا به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أشد الناس أنبياء، لولا قول النبي الآن 20 سنة على الناس ما عرفنا شيء. اسأل من صاحب السمان خليفة العلم بس يفرق إن شاء الله. قاعد صار موت ضياعه. إمامي أنت عنوان الكمال في الصفات. السلام عليكم. أنصرت في يوم الوغى النبي وغده تذكى الصهر والوصيا، حبك زاد يوم الميعاد فضلك بديل الناس.